با درود فراوان حضور شما بینندگان گرامی تلویزیون ITC اثر زریمهر هم در خدمت آقای دکتر ناصر عابدی وکیل رسمی در کانادا. آقای دکتر خوش آمدید به برنامه. با سلام خدمت شما آقای زریمهر و همچنین با سلام خدمت بینندگان محترم تلویزیون ITC که این برنامه رو در دیوایس های مختلف در سراسر دنیا دارن ملاحظه میکنن. بله، با تشکر از شما و با تذکر این مورد که این برنامه صرفاً جنبه اطلاع رسانی داره و به عنوان مشاوره حقوقی نباسی به حساب بیاد و اگر میخواید مشورت حقوقی داشته باشید لطفاً با شماره تلفن‌هایی که پای صفحه تلویزیون می‌بینید با دفتر آقای دکتر تماس بگیرید تا مشکلاتتون با امید خدا برطرف بشه. آقای دکتر، از دوشنبه استان آنتاریو مخصوصاً شهر تورنتو و منطقه پیل وارد لاکداون شدن و بسیار سخت دارن میگیرن به خاطر اینکه شیوع کرونا و این موج اپیدمی فراتر از اون چیزی که تصور میشد رفته. نظر شما چیه در این رابطه؟ والا خب متاسفانه تعداد کسایی که این مریضی رو یا این بیماری یا این ویروس بهشون چیز میکنه تعداد زیاده، حتی سقف روزی 1300 تا 400 داره میره و میاد، ولی به نظر من هنوز جدی هست مسئله و زیاد هست، ولی هنوز سیستم پزشکی ما میتونه هندل کنه. ولی خب عزیزان باید از اینکه خدای نکرده در مناطقی برن که نباید برن یا احساس میکنن که لازم نیست اون جاها رو نرن یا ارتباطاتشون یه مقدار محدود کنن، نمیگم قطع کامل کنن ولی محدود کنن، که مشکلی که الان چون من خودم در منطقه تورنتو زندگی نمیکنم، خارج از تورنتو زندگی میکنم، بنابراین هنوز در منطقه ما مثل تورنتو نیست که اونجور لاکداون شده باشه، ولی خب سفارشات زیادی شده که حتی امسکان افراد رفت آمد ها رو کم بکنن یا اینکه شرط رو به طوری فراهم کنن که بتونیم تا انتهای سال میلادی یه مقدار این ارقام پایین بیاد. بله، این به توجهی مردم اشک مقامات در آورده واقعا، در صورتی که این به توجهی به ضرر خودشونه در وهله اول، بعد کشور هم گرفتار این به توجهی ها هست و مجبورن که بیزینس ها بخوابن به خاطر این بی فکری ها و بی توجهی ها. امیدواریم که جامعه ایرانی توجه خاصی به این مورد، به این که بیرون نرن تا اونجا که امکان داره از پروتکل ها یا دستور کارهای بهداشتی استفاده بکنن، دست و صورت و دستها رو مخصوصا با صابون بشورن، همچنین ماسک بزنن و فاصله اجتماعی رو رعایت بکنن. نظر من اگر این کار بکنن کم میشه، متأسفانه ماسک نمیزنن یا همونطور که دستاشون رو ضد عفونی نمیکنن. بله، وارد یه مرحله دیگه ای شدیم متاسفانه که باز هم چرخه اقتصاد کشور رو مختل میکنه و کنتر میکنه تا با امید خدا واکسن بیاد و کم کم از شر این ویروس ویرانگر خلاص بشیم. باید که من میخواستم راجع به ارث و میراث بپرسم از شما. ارث و میراث در ایران فرق میکنه، کسی که خود میکنه الان که دیگه هر روز بیش از 1000 نفر، چون دولت ایران میگه که 400 و خورده نفر اینو با ضرب در 2 یا 3 کرد، بیش از 1000 نفر در ایران تلفات ویروس کرونا است و در کانادا هم خب ده ها نفر کشته میشن. ارث و میراث که از ایران میشنوید یک یا دو برابر نکنید، یه صفر بذارید جلوس خودتون راحت کنید. وحشتناکه، اصلا نمیشه به اونا اطمینان کرد. به همین خاطر همش مرتب جامعه ایرانی عزادار میشه و فکر میکنم که تقریبا تو همه افراد جامعه ایرانی مقیم کانادا به نوعی جزء اقوام و دوستان و آشنایان کسانی رو سراغ داشته باشن که به خاطر ویروس کرونا مبتلا شدنش از دنیا رفتن. در حال ارث و میراث و این چیزایی که پیش میاد، آیا میدونم در ایران مثل که 3 لول ارث و میراث هست که وارثین اول پدر و مادر و فرزندان و پدر و مادر هستند، خیلی جالبه. در مرحله دوم میرسه به خواهر و برادر و نوه ها و لیبل های مختلف. در کانادا به چه صورته؟ و ضمن در ایران من چی شنیدم که تا یک سوم میتونن ارث و میراث خودشون رو تقسیم بکنن، بعد از اون باید طبق سنت ها و قوانین
اسلامی جاری سنت در که کشور. نمیشه گفت، بلکه بذار من حالا به یه جوری دیگه شاید بتونم این توضیح بدم. بحث قوانین ایران اینه که در قوانین ایران ارث یه چیزیه که وقتی که منتقل میشه بر اساس قوانین شرعیه. قوانین شرعی ایران، نه قوانین شرعی جای دیگه. اینی که ممکنه این قوانین شرعی که در ایران هست حتی با قوانینی که در جاهای دیگه باشه ممکن اصلا تعارض داشته باشه یا هماهنگی نداشته باشه. اونجوری که اینها در ایران دارن به عنوان چیز اومدن طبقه بندی کردن و اون طبقه بندی هر کس یه مبلغ ارث بهش میرسه، که مثلا به زن یه مبلغی میرسه و زن بیشتر از اون ارث نمیبره، به مرد یه مبلغی میرسه اگه زنش بمیره و بیشتر از اون بهش نمیرسه، و اگه بچه داشته باشه تبعیض هست بین بچه هاش، پسر دو برابر دختر میبره چون دختر به نوعی باید بیشتر ببره. منم تعجب میکنم که چرا دختر کمتر میبره در حالی که دختر ضعیفتر علاوه اقتصادی در ایران، و آقایون میگن که ما مهر رو گذاشتیم برای اینکه نشون بدیم که زن ضعیفه و بتونه پشتوانه مالی داشته باشه، ولی در ارث که از باباش میرسه باید نصف ارث ببره. این یه مقدار به نظر من جای سوال و بحثه که چطور میتونه اونقدر احترام میگیم ما میذاریم به زن، بعد اینجا که میرسیم سر کیسه رو شل میکنیم به نفع مرد، یا برعکسش زمانی که ما احساس میکنیم که زن احتیاج مالی بیشتری داره وقتی میخوایم بهش پول بدیم نصف میدیم و به مرد اولویت میبخشیم. چه دلیل منطقی داره؟ تا امروز من مسائلی که مطرح کردم با منطق نمیگنجه و هرجم که به منطق بله دیگه هم همینطور، و این نشون میده که زن و مرد در اگه دین اسلام یا حداقل در حکومت اسلامی برابری با هم ندارن. تدید چی نیست؟ هیچ برابری وجود نداره. برابری بین زن و مرد وجود نداره، برابری بین چیز وجود نداره و توجیهات زیادی دارم. برصورت بحثی که وجود داره اینه که اون کشور قوانینش تابع یه سری قوانینی که معلوم نیست کجا اومده و حالا اسمش گذاشتن شر، من کار ندارم، ولی با شرایطی که امروزه ما داریم و فکر میکنیم که مثلا برابری است و انسان ها میتونن چیز کنن، به تمام یه چیز کلیشه شده است و در اون چیز کلیشه شده دخل و تصرف نمیشه کرد، مگر اینکه بگن که آقا این پول توه، ما واقعا بیشتر از 30% به تو اجازه نمیدیم که اموال تو دخل تصرف کنی، یک سوم. و تو این یک سوم هم شاید بشه شاید نشه، دوباره رو بحث های مختلف وجود داره. خب متاسفانه مالیات زیادی هم بر اموال میخوره. مالیات بر ارث در ایران مالیات سنگینیه تا اونجایی که شنیدم، یعنی به همین راحتی نیست. اما میمونه بحث دوم که در قوانین ما به چه صورته. قوانین ما خیلی راحت تر برخورد کرده با این قضیه، اختیارات کامل رو به انسان داده و طبق اون اومده ردیف‌های مختلف رو تعیین کرده. بحث وصیت نامه که ما به عزیزان میگیم و تاکید میکنیم که بیایم وصیت نامه داشته باشیم، اون رو همینه. وقتی انسان وقتی که قوانین کانادا به شما اجازه داده که شما وصیت نامه رو به هر نحوی که دوست دارید تنظیم کنید، شرایط رو قانونی رو طی کنی، تعهدات قانونی رو مطرح هست در پرونده هم فرق میکنه مطرح کنی، اموال تو میتونی ببخشی بین عزیزانه. این بحثی که بگم 5 سال پیش هم روش یه مقدار زیادی ما رو ارث و میراث در سال 2015 بحث داشتیم. بحث اینه که انسان اینجا میتونه همه اموالش رو نام دیگری بکنه اگر حکمی داره، اگر تعهدات قانونی داره که حکم قانون قضایی وجود داره که باید تعهد مالی رو برای فردی تنظیم کنه و بهش پینی کنه اون کاراش انجام بده و در نهایت اختیار داره که انبارش رو به هر کسی که میخواد بده. آی دکتر اگر اگر مثلا یک نفر انبارش رو ظاهرن به فرض کن هستن کسانی که هیچ قومخیش و وارثی ندارن و انبارشون رو به سگ و گربه هاشون میبخشن، ولی اگه وارثی پیدا بشه میتونه ادعا بکنه؟ پس اونام کسی رو دارن، سگ گربه است. سگ گربه ای هستش که به یک نفر آرامش داده، به یک نفر بینشی داده که فکر میکنه که این فردی که باهاش هست، این گربه که باهاش هست استحقاق داره تا آخر عمرش آرامش داشته باشه، بهش غذا داده بشه، بهش امکانات لازم داده بشه. به نظر من خودش خیلی مهمه.
و اونجا ما نباید اینو در نظر بگیریم که این بالاخره اونا این کارو اون سگ و میکنن گربه هم جاندار هستن و بسیار مورد علاقه و مونس و همدم اون کسی که رفته، ولی آیا وارثی میتونه بیاد بگه که منو فراموش کرده و جزء وصیت‌نامه نبودم، من هم حقی دارم؟ ببینید قوانین ما پیش بینی کرده محدودیت های خاصی رو که تعهدی داشته باشه فرد. اینجا تعهدی من نمی‌بینم. اون من مثلا اون کسی که مطرح کردی مربوط به آمریکایی بود که فکر کنم در نیویورک هم بود، ایالت نیویورک، که اونجا اموالش بخشید به یه گربهش که بعد از عمرش تمام مخارج گربه پرداخت بشه و اموالش بمونه، بعد از گربه نبود داده بشه به جای دیگه. ببینید مسئله ای که هست اینه که ارث طلب نیست. بدهی فرد به بچه هاش نیست. از اون میگه من ارث پدریمو میخوام. بله تو اون قوانین شرعی اینقدر به فرد اجازه داده شده که فرد به عنوان یه حق میگه ارث پدریمو میخوام. حقمه. قوانین هم پیشبینی کرده که بگه و تو اون حقمه پسر یا دختر میام مادرشون از خونه بیرون میکنن چون میگن این خونه مال بابامون بوده و تو حقی نداری بفهم و بیرون. بار آخر عمرت هم مهم نیست که اوایل عمرت چیکار کردی، چقدر از ما سرپرسته کردی. و این پرونده‌های زیادی توی ایران مطرح شده، وحشتناکه در حقیقت. ولی قانون... در قبول بله میتونید، قانون به آزادی هر شخصی و خواسته هاش احترام میذاره و اگر یه نفری که میخواد ادعای ارث و میراث بکنه برای اینکه تشویق بشه که در وصیت نامه هم نامی داشته باشه، جایی داشته باشه، بهتره که اون پیوندهای انسانی و ارتباط قوم و خویشی رو برقرار بکنه و تا بتونه از اون ارث مثلا اون هم نصیبی ببره. دقیقا میبینید آقای زریمه، بحث اینی که اختیارات آزادی به فرد داده شده، یک نفر از جوانیش کار کرده، با همسرش بوده، تایی تلاش کردن، خشخشت اموالشون رو، بالا پایین شدن زندگیشون رو دیدن، تحمل سختی ها رو کردن، فراز رفته، نشیب داشته زندگیشون و توی این فراز و نشیب ها به یک سری اموال و اسطا رسیدن. حالا اگه بیان بگیم که بچه ها میان میگم مامان من شب مثلا هستش دیگه، مثلا خانمه که توی ایران هستن معمولا از سن حدودن، من میگم افریج معمولی نسل خودم میگم در سن 20 تا 25 سالگی خانم ها ازدواج کردن و الان شدن خانم هایی که بعد از 50 سال 75 ساله هستن. میام افریج به طور افریج داری محصی میکنم و به اینها الان بچه هاشون پدرها که فوت میکنن بچه ها میان مامانو میخوان خونه میزن بیرون چون به پولشون نیاز هم میگم ارث ماست، پول ماست، حق ماست. نمیگن این حق مادر بدبخت منه که سالها زحمت کشیده کنار پدرم تلاش کرده با خون دیگر ماها رو بزرگ کرده با مشکلاتی که داشته این اموال پدید اومده. این اموال اول متعلق به مادره. بحثی که من در کانادا معمولا به عزیزانی که واسه تهیه وصیت‌نامه دفتر من میان من این همین مطلب رو عرض میکنم، این حق همسره، میخواد مرد باشه میخواد زن باشه، اول اموال کلا باید بدون تو عزیز برسه، ولی غیر نیست. مگه حکم دادگاهی باشه، تعهد قانونی باشه که اون بحث دیگه ای داری. اگه نیست به بچه هایی که بعد از 18 سال 19 سال رفتن زندگی مستقل خودشون شروع کردن رفتن دانشگاه دیگه این حقه به ارث ندارن که. پس در وهله اول به همسر میرسه و اگر همسر نبود به فرزندان اگر وصیت شده باشه. نه خب اون دیگه نمیخوام وارد بحث قانونی بشیم که قوانین کانادا به چه صورت میگه وارد به طب. ما عملا تأکیدمون اینه که عزیزان با داشتن وصیت نامه که حق قانونیشون هست مشکلات قانونی بعدی رو جلوگیری کنن. آره من اگه بخوای بذاری به دست این که حالا قوانین عمومی چی میگه فلان چی میگه، وارد مشکلاتی هم بچه ها رو میکنی، هم وارد دعاوی حقوقی میشن که نمیخوان بشن. به طب من عملا برای کسانی که ندارن و مثلا وصیت نامه ندارن تأکید هم میشه میده که نذارید عزیزانتون درگیر بشن، نذارید عزیزانتون با هم دیگه فایت رو شروع کنن، جنگ رو شروع کنن راجع به ارث. بله بهترین راحت... بله تنظیم وصیت نامه بشه و شما هم تنظیم وصیت نامه میکنید. چه معمولا چقدر طول میکشه تا یک وصیت نامه تنظیم بشه؟ یک ساعت، دو ساعت، یک روز؟
معمولا یه چند روز طول میکشه تا یه وصیت‌نامه تهیه بشه، بستگی داره که شرایط وصیت‌نامه به چه صورت باشه. با توجه به شرایط کرونا ما قبلا دو تا جلسه دعوت میکردیم موکل رو به دفتر. جلسه اول مسائل حقوقی رو در نظر میگرفتیم، ادوایز حقوقی میدادیم، اطلاعات کاملا قطع بدل میشد، اطلاعات دریافت میشد. جلسه دوم بود که موکل میومد برای امضا بیاد و مثلا بازبینی بشه و خونده بشه وصیت‌نامه، بر اساس اون مسائل مختلف مطرح بشه. ولی امروز با توجه به کرونا هست، ما معمولا یه جلسه اولیه داریم که اونم از طریق فیس تایم انجام میشه. بعد از اینکه جلسه اولیه رو اطلاعات گرفتیم و اطلاع دادیم، تنظیم میشه و به موکل وصیت‌نامه دادیم که اون موکل به دفتر امضا میکنه. بله، من به پایان برنامه رسیدیم. اون تا فقط به من بگین که این چند روزی که طول میکشه، قبلا هم گرسی گفتید این چند روزی که طول میکشه یعنی چند هزار دلار، چقدر مثلا بینه تنظیم وصیت‌نامه؟ مبلغ وصیت‌نامه الان زیر 500 دلار برای هر نفره. مطلبی که وجود داره اینه که خیلی راحته، داشتنش برای هر عزیز الزامیه. بله، یک زندگیه این. مثلا باید از هزاران دلار دعواها و اختلافات رو گرفت، بهترین راه همین که هر کسی وصیت نامه داشته باشه و هر چند سال یک بار باید دوباره تنظیم بشه یا ببینید معمولا به موکلا ما میگیم بین 5 تا 10 سال ریویو بکنن، ولی اگر متریال چنجی در زندگیشون صورت بپذیره، طلاقی صورت بپذیره، بچه جدید به دنیا بیاد، مسائل مختلفی که موکل خودش بهتر میدونه، یا فوتی صورت پذیرفته، هر گونه تغییر وضعیتی که پیش بیاد، اون وضعیت ها ضروریه، الزامیه، به تمام توصیه میکنه موکل بیان برای تغییرات. و الا اگر تغییرات در زندگی موکل باشه، ایش مشکل. من موکلش هم بالای 12 سال وصیت‌نامه داشت، هیچ تغییری هم نمیخواست بده، از نظر ما وصیت‌نامه معتبر. طبق معمول هر هفته از شما سپاسگزاریم به خاطر اطلاعات جامعی که به ما میدید آقای دکتر. از شما سپاسگزاریم. با تشکر از شما آقای زریمه و همچنین با تشکر از بینندگان محترم تلویزیون ITC که این برنامه را در سرتاسر دنیا و همچنین با تشکر از بچه اتاق فرمان که این برنامه را دارن ضبط میکنن. و با سپاس از شما بینندگان گرامی و با امید که مواظب خودتون باشید، جان عزیزه و صحیح نیستش که به این راحتی ها از دست بدیم به خاطر ویروس کرونا که هر روز هزاران نفر در سراسر جهان کشته میشن. و مواظب خودتون باشید و امیدواریم که پروتکل های بهداشتی رو رعایت بکنید و تا هفته آینده همه شما بینندگان گرامی رو به خدای بزرگ بسپاریم. خدا نگهدار. خدا حافظ.